عجب داستانی، خیلی برخورد بهشون، آقا خیلی بهشون برخورد. درود درود به همه دوستان، درود مجدد، درود مجدد. آقا خیلی بهشون برخورد. این اینستاگرام لایو رو برداشته میگه بس چی این ویدیو رو نشون میدی تو بچه پر رو؟ باورتون میشه؟ این اینستاگرام لایو رو برداشت، قطع کرد، گفت برای چی اینا رو داری نشون میدی تو؟ بیا نگاه کنه. آزادی بیان رو حالش رو ببرید فقط. وقتی واقعیت رو میگی، وقتی حقیقت رو میگی، اینجوریه. ببین نگاه کن، نگاه ببینید، ساعت بالا رو نگاه کنید، 10:26، یعنی 3 دقیقه پیش لایو رو قطع کرد و میگه شما چرا دارید این ویدیوها رو نشون میدید؟ چرا دارید در رهبر تروریست های جهان رو رسوا میکنید؟ چرا دارید نقشه مافیای جهانی رو به هم میریزید؟ نگاه، میبینید؟ حالا متوجه شدید بازی از چه قراره دوستان؟ لایف قد نشد، لایف رو زدن، اینستاگرام لایف رو برداشت بلا فاصله. نگاه، زاکربرگ خودش نشسته داره نگاه میکنه، لایف رو برداشت، گفت شما چرا دارید ویدیو رهبر تروریست های جهان این ویدیو ها رو نشون میدی؟ چرا داری رهبر تروریست های جهان رو افشا میکنی؟ به همین سادگی. درود جام کمال بر. همچین زدنمون، زاکربرگ خودش نشسته پشت سیستم میگه به این نباید این حرف رو بزنه، این حرف رو نباید زده بشه. فکر کن لایو رو برمیداره بلا فاصله به اختار میده. مگه ما چی نشون دادیم؟ آقا مگه ما چی نشون دادیم؟ حسن نصرالله که حساب توییتری داره، حساب اینستاگرامی داره، حسن خرس‌الله، اون یکی زیاد نخاله که حساب داره، حساب بانکی داره، سایت داره، اینستاگرام داره، توییتر داره، علی خامنه‌ای که خبرگزاری داره، توییتر داره، فلان داره، همه اینا هم تو خبرگزاریاشون پخش کرده. مگه ما چی نشون دادیم که آقای زاکربرگ بهش برخورد؟ واقعیت، حقیقت رو نشون دادیم. حقیقت. داشتیم با هم صحبت میکردیم دیگه، زاکربرگ حاج زاکر مالک اینستاگرام و فیسبوک. دقیقاً حسن خرس. آقا ویدیو حسن خرس الله همه جا هست، ویدیو علی خامنه ای هم همه جا هست. من وصل کردم دوباره لایو رو باز کردم، اگه اون ویدیو رو بذارم دوباره میبنده. میگه بشین قصه حسین کرد شبستری تعریف کن، اما دست مافیای جهانی رو باز نکن. بشین هر چی دلت میخواد بگو، اما راجبه مافیا و نقشه مافیای جهانی هست، مردم ایران رو بیدار نکنید. بذارید مردم ایران همچنان در خواب بمونن، فکر کنن واقعا اسرائیل دشمن جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی دشمن اسرائیله. بذارید فکر کنن که بریم دست به دامن اسرائیل بشیم که بیاد با بمب بزنه به اسم خامنه ای و رژیم، بیاد بزنه کشور ایران رو داغون کنه و بعدش هم تجزیه کنه. آقا گفتم زاکر کیه دیگه، زاکر مالک اینستاگرام و فیسبوکه. حالا گیر دادی به زاکر، زاکر بیت. و فکر میکنم که این ویدیو رو، چون این برنامه برنامه مهمیه و دهن سایبری ها برای همیشه بسته میشه، چون طبق گفته رهبر تروریست های جهان علی خامنه ای، هر کسی که میگوید جمهوری اسلامی نقشی در این اتفاقات و حمایت از این تروریست ها داره، مهره اسرائیل و نماینده اسرائیل و حامی اسرائیله دیگه. سند از این بالاتر میخواد؟ خود علی خامنه ای هم تومونشو که بکشی پایین، اون آرم اسرائیل خورده در کونش. و من فکر میکنم، نمیدونم اگر بخوام ادامه بدم یا دوباره بازپخششون کنم این چیزا رو، ویدیو رو،
این دفعه دیگه خود زاکربرگ با هواپیما بلند شه از آمریکا بیاد اینجا. حالا یه تیکه صحبت علی خامنه ای که دیگه میتونیم گوش کنیم ها، یه کوچولویشو بزنیم ببینیم چی میشه دیگه. حالا فوقش دوباره میبندنمون میریم صفحه دوم. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یا به گویی هایی در این دو سه روز کردن به ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. علی خامنه ای داره میگه دیگه، رهبر تروریست های جهان میگه که اونایی که دارن میگن جمهوری اسلامی، اون که اینجا که دیگه نمیگه ایران، اینجا میگه جمهوری، اینجا نمیگه جمهوری اسلامی، میگه ایران، میگه اینهایی که میگن ایران اصلا تو این بازی ها هست، درود جان مهربانی، اینها مهره خود اسرائیلن و حامی اسرائیلن. علی خامنه یه بار دیگه، حالا ببینیم این مهره ها کیان. آقای رحیم صفوی، سردار تروریست سپاه اسرائیل در ایران، رحیم صفوی از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا حمایت میکنیم. متنش هم میتونید برید روی سایتاش بخونید. تروریست بعدی، کسی که دوباره چیز میکنه، حمایت میکنه، بذار من برگردونم، ابرام قاتل و دولت رئیسی. بفرمایید، اینا مهرهای اسرائیل انا دوست، اینا رو من نمیگم، اینا رو علی خامنه ای گفت، اینا رو علی خامنه‌ای میگه. بیانیه وزارت کشور درباره جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در رژیم صهیونیستی، اینم برید متنش رو بخونید، چون من اگه الان بذارم دوباره میذارم میترکوننم. به گزارش حوزه خبرگزاری تسنیم فلان، خلاصه جمهوری اسلامی صفا میکنه باش. بذار من کامنت رو ببندم که دوستان بتونن الان لاقل ضبط کنن. اینم از دولت ابراهیم رئیسی، این وزارت کشور و بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم که یک بیانیه مفصل جدا داده. آقای حسن خرس‌الله هم ببینیم، من بزوم نمی کنم روش که حالا این یارو بعدش بیاد زاکر، ببینیم چی میگه. پس طبق گفته رهبر تروریست های جهان علی خامنه ای، حسن خرس‌الله هم مهره اسرائیل و حامی اسرائیله، چون داره میگه ایران داره این پولا رو میده دیگه، حسن خرس‌الله داره میگه. حالا بریم یه مادر قوه دیگه شو عرض کنم خدمتتون که آقای یه حرومزاده تازی دیگه به اسم زیاد نخاله، ببینید زیاد نخاله چی میگه. زیاد نخاله تازی هم یکی از مهرهای اسرائیل، حامی اسرائیل، در لباس دشمن اسرائیله، طبق گفته رهبر مستکبرین و رهبر تروریست های جهان علی خامنه‌ای. خب دیگه کی؟ اینا همه دشمنان ظاهری هن، پسرهای فرزندان ابراهیم که بهتون میگم در دوشاخه اینا. خب جمهوری اسلامی، شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم که به سلامتی
اینم که بله بذار اینم نشون، چون این ویدیو میخواد یه ویدیو بشه دیگه. ببینیم ایشون چی میگن. این صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مهره اسرائیل و نماینده اسرائیل. خیلی دیدم شبکه‌های اجتماعی اینا بعضی همین اکانت‌های اسرائیلی اینا در تحت تاثیر قرار دادن مردم سعی می‌کردن که عواطف مثلا مردم رو به دست بگیرن، وای مثلا این زن اینجوری شد، وای اون مثلا بچه این شکلی شد، اون مرد اسرائیلی مثلا آی زخمی شد اینا. اولا اینا قاصدن، خب رفتن سرزمین یک کشوری و مثلا که یکی بیاد خونه شما رو بگیره، بعد شما که میخوای اینو از خونت پرت کنی بیرون، یکی بیاد بگه آقا مثلا ناخونت کشیده شد، این مثلا زخم شد، زخم شد که شد، به جهنم که زخم شد، به جهنم که کشته شدن، رفتن کشور فلسطین رو اشغال کردن، حالا مثلا ناراحتن این که چرا باشون بدرفتاری شده. راجع به بقیه آدم ها، زن رو نمیدونم پیر زن و فلان اینا که مثلا میگفتن، ببینید ما که سرزمینی به اسم اسرائیل نداریم، اینها از کشورهای مختلف جمع شدن رفتن در یک سرزمین قصدی زندگی کنن، رفتن توی یک پادگان بزرگی به نام اسرائیل، همشون جزی از این معرکه زمینخاری و جنایت و قساوت اسرائیلی هستن، صهیونیست‌ها هستن. خب ترحمی ندارن اینا، یعنی اون که ما در ادبیات خودمون داریم ترحم بر پلنگ تیر. آخه انا آقای چاغال، تو اگر ادبیات خودت رو میفهمیدی اولاق بیشعور بی پدر مادر اون چفیه عربی رو دور گردنت نمیداختی، اون چیزای فلان هم نمیداختی روی دوشت، ابله. خب این هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم که طبق گفته علی خامنه ای رهبر تروریست های جهان مهره اسرائیل و حامی اسرائیله. اینا دیگه رستاخیز سیمون نمیگه، رهبر تروریست های جهان علی خامنه ای داره میگه. آیسایی بری آیی که میخواید فوش بدید، رهبرتون داره میگه. حالا بریم ببینیم مهره بعدی کیه، مهره اسرائیل دیگه کیه، دیگه کیو داریم در جمهوری اسلامی، در جمهوری عبری عربی کمونیستی اسلامی. خب اینم که رئیس فراکسیون حمالانتون در طویله شورای اسلامی، بفرمایید. آه یعنی کل حمایتش رو توی همون آیه قرآنی مزخرفش اعلام کرد. پس آقای علی خامنه ای، یکی دیگه از مهرهای اسرائیل و حامیان اسرائیل در سیستم جمهوری اسلامی همین تو طویله شورای اسلامیته. حالا بریم مهرهای بعدیش. آقا اینو دیگه من نمیگم، اینو علی خامنه ای داره میگه، باور نمیکنید؟ بیا یه بار دیگه اینو گوش کنید، این یه تیکه خیلی مهمه، یه بار دیگه اینو گوش کنید. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یا به گویی هایی در این دو سه روز کردن به ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. چهار روز پیش من براتون شات اسکرینش رو گذاشتم. ببخشید، چهار روز قبل از حمله، قبل از بازی دعوای پسرموها، چهار روز قبلش در سایت توییتر همین رهبر مستکبرین و تروریست های جهان، اجازه بدید براتون بیارم. بله ببینم اینه، اینجا ده هفتم حمله شروع شد دیگه، هفتم یه همچین اتفاق بکنه، حالا هفتم یه همچین اتفاقی افتاد. 3/10/2023 علی خامنه ای توییت میزنه رژیم صهیونیستی رفتنیست. 3/10 یعنی سه روز، آره چهار روز قبل از این سیرک، علی خامنه ای در توییترش رسما اعلام میکنه، چهار روز قبل از آغاز این سیرک. پس طبق گفته خود علی خامنه ای، علی خامنه ای هم مهره اسرائیل و حامی اسرائیل. اینا به من نمیخواید فوش بدید، اینا از صحبت علی خامنه ایه. و
تروریست بزرگم اینجاست. اینهاش این مادر قهوه، این مادر قهوه و اون مادر قهوه و پرچم جمهوری اسلامی یا جمهوری عبری عربی کمونیستی حدود 2-3 ماه پیش در تهران. قبل از این اتفاقات، از همه مهمتر، مصر خبرگزاریش اعلام میکنه که ما به اسرائیل خبر دادیم که تحرکاتی داره شکل میگیره در غزه و احتمال یک حمله بزرگ از سمت حماس هست و میگه اسرائیلی ها گفتن باشه داداش حواسمون هست، فعلا میخواییم بریم وکیشن توت فرنگی بخوریم، همه رو خالی کردیم بذارید بیان. حالا میگم وقتی این حرف رو که میزنی بعد میان میبندنت، بدبختی داستان داریم ما با اینا. اما دیشب اینو خب پس دیگه در موردش صحبت کردیم دیگه، بذارم کسی دیگه نمون از رهبر تروریستای جهان. اینم میترسم بذارمش دوباره برم دارم. اینم که ویدیوشو براتون همتون توی توییتر توی این ور من میتونید ویدیوشو پیدا کنید. اینم ابو حنیته، نمیدونم ابو سگه، یکی از همین مادر قهوه ها که در یک ویدیوی سخنرانی میکنه، تو قسمت گذشته ویدیوشو گذاشتم اینستاگرام بس صفمونو لایومونو برداشت، میگه ما از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنیم که سلاح پول تجهیزات دیگر در اختیار ما قرار داد، موشک هایی برای نابودی قلعه های صهیونیست ها به ما داد و ما موشک های ضد تانک استاندارد به ما کمک کرد. اینم که ویدیوش هست. پس طبق گفته رهبر تروریست های جهان، این مجموعه و این گروه که زیر مجموعه حماس و حزب الله هستند، اینها هم مهره های اسرائیل و حامیان اسرائیل هستند. پس بازیگران این بازی در دوش، یعنی فرزندان ابراهیم در دو شاخه اسلام و یهودیتش، کاری با آدمای عادی ندارم، من با جریان کار دارم، در دو شاخش همه با هم دوستن، همه با هم برادرن و همه با هم همکارن در یک سناریو. اینو دیگه باز یه بار دیگه تاکید میکنم شخص رهبر تروریست های جهان علی خامنه ای اعلام کرد هر کسی که میگه جمهوری اسلامی پشت این داستان ها هست و نقشی داره مهره اسرائیل و حامی اسرائیل، از رحیم صفوی مشاور خود علی خامنه ای بگیرید، از خودش بگیرید، از صدا و سیماش بگیرید و از طویلی شورای اسلامیش بگیرید و حتی از خود این میلیشی های تروریست حزب الله و حماس و بقیه جریانات بگیرید که خودشون دارن اعلام میکنن، از زیاد نخالش بگیر تا حسن خرس الله و این جکوجونه برای تروریست دیگه. پس به این نتیجه رسیدیم سال 57 ایران ما اشغال شد و متاسفانه از 57 تا به امروز ایران ما در کنترل اسرائیله. به چه هدفی؟ برای اینکه منطقه خاورمیانه رو با پول ملت ایران، با خون جوانان ایران به یک جایی هدایت کنه که اولا همه دشمنان اسرائیل برن زیر بلیط اسرائیل، دوماً اسرائیلی که توی اون جغرافیای کوچولو بود مثل قول چراغ جادو کل خاورمیانه رو در بر بگیره. برای چی در بر بگیره؟ برای اینکه دنبال نیل تا فرات یا اسرائیل بزرگ هستن. یکی از روزنامه‌های باکو اران کشور جعلی آذربایجان مقاله داده بوده بیرون، یا یک به قول معروف خبری رو منتشر کرده بوده و توی این خبر رسما اعلام کرده که بذار براتون بیارم، رسما اعلام کرده که از نیل تا فرات متعلق به اسرائیل است. کی؟ الهام دماغوف. چرا؟ چون از نیل تا فرات که برسه به اسرائیل، سرزمین های آذربایجان اشغالی از نگاه اونها هم میرسه به الهام دماغوف. اسم این داستان چیه؟ اسمش خاورمیانه نوینه. انقدر بدم میاد از این تلگرام، یه چیزی که میخوای توش پیدا کنی باید اعضای عمومی اعلام کنی. اینه بله، خبرگزاری باکو، رسانه حکومتی باکو، از نیل تا فرات متعلق به اسرائیل است.
یعنی مساوات از رسان یعنی مساوات از رسانه های حکومتی باکو مدعی شد به موجب متون دینی تورات و انجیل و قرآن و فلسطین از طرف خداوند به یهودیان تعلق گرفته و اراضی نیل تا فرات از طرف خداوند به یهودیان وعده داده شده است و حتی علمای مسلمانان نیز این را تایید میکنند. کی؟ الهام دماغوف باکو، یعنی از نیل تا فرات. حالا دیشب در مورد یه توییتی نشونتون دادم از سال گذشته، بذار ببینم هستش، و از نقش یک شبح پشت این جریان صحبت کرد. همین دیشب، نمیدونم خدا وکیلی، فکر کنم اینا همشون نشستن رستاخیز سیمون یه چیزی اعلام کنه، فردا بیان بگن آره درست که ببینم سندش. این توییت رو نگاه کنید دوستان، این رو دیشب هم نشون دادم در مورد این با جناب کمالپور و دکتر مهراد و فکر کنم جناب مهرابانی، چندین برنامه ما تو همون تاریخ داریم. مرحله بعدی بازی معامله قرن، پوتین برای برداشتن بار منفی تبلیغات و به حاشیه بردن تجاوز روسیه به اوکراین، کارت برپایی یک آتش بازی بزرگ در خاورمیانه را در جیب دارد. در این مرحله از بازی بازیگر اصلی رژیم ابری عربی کمونیستی آخوندی است. منتظر یک فاجعه بزرگ از سوی رژیم با هماهنگی ارباب‌ها باشید. 26/4/2022، یعنی یک سال خورده پیش، یک سال و دو سه ماه پیش. یه سری خبرگزاری های امروز خبرهایی دادن، گفتن این حمله، این داستان حمله حماس به اسرائیل از یک سال و نیم پیش داشته برنامه ریزی می شده و یک سال و نیم دارن روی این طرح کار میکنن. اما من دیشب صحبت از پوتین کردم، نقش پوتین در این اتفاقات که تهش متاسفانه باید دودش به چشم ما مردم ایران بره. ایشون امروز اومدن یک سخنرانی کردن و رسما اعلام کردن که باید کشور اسرائیل، کشور فلسطین در خاورمیانه شکل بگیره. بریم ببینیم صحبت پوتین. یورو نیوز فارسیه دوستان. یه بار دیگه، پوتین: ایجاد کشور فلسطین ضروری است. حالا چرا پوتین میگه ایجاد کشور فلسطین ضروری است؟ برای اینکه خودش رو در ظاهر پشت جمهوری اسلامی نشون بده. یعنی جمهوری اسلامی، من حامی تو هم، نگران نباش، برو داداش، برو جلو، که در ظاهر کلکل کنن با اسرائیل. وقتی پوتین کلکل میکنه، اینا جنگای زرگری ها، اینا جنگای سیاسیه. وقتی این پوتین و اسرائیل به هم توی کلکل بیفتن، یعنی آمریکا و انگلستان پشت اسرائیل، روسیه و چین و بقیه هم که این ور جریان ایستادن، این وسط پوتین داره اینجوری میزنه پشت کله جمهوری اسلامی، میگه آ بودو بودو بودو، من پشت سرتم، من هواتو دارم، برو. برای چی؟ برای اینکه یه قربانی رو بفرستن وسط که تیکه و پاره کنن. کیو؟ ایران رو. ویلا کیه که ندونه؟ یک ویدیویی هست در یوتیوب یا گوگل میتونید پیدا کنید، ما بارها اینو نشون دادیم. آقای پوتین سفری میکنه به اسرائیل، آقای نتانیاهو روی میز توی دفتر کارش نشسته. رسم دیپلماتیک، پروتکلی که وقتی یک مقامی مثل رئیس جمهور میره، معمولا رئیس جمهور یا نخست وزیر به استقبالش میره، تشریفات نظامی. ولی زمانی که پوتین میره اونجا، هیچکی به تشریفات نظامی که براش نمیذاره، هیچکی هم نمیره جلوش. پوتین حتی میاد تو دفتر نتانیاهو، نتانیاهو نشسته پشت میز و پوتین میاد جلوی نتانیاهو، دولا میشه، دست دراز میکنه و نتانیاهو از جاش تکون نمیخوره، یعنی رو صندلی میشینه. ویدیوهاش هست، میتونید نگاه کنید. موقع خدافظی هم همینه، نتانیاهو همونجا میشینه، پوتین خدافظی میکنه میره. حالا وقتی این دوتا دارن این جنگ زرگری رو انجام میدن، برای که چند تا قربانی وسط میخوان، یکیش ترکیه است، یکیش جمهوری اسلامیه و یکیش هم این آقای الهام دماغوفه. فکر میکنن زرنگن اما نمیدونن، نشستن نوک چوب، با اره دارن ته چوب رو میبرن.
دیشب در مورد نقش پوتین در این داستان صحبت کردیم. حالا آقای کمونیست یه دفعه یادش افتاده که یک کشور فلسطین باید در خاورمیانه شکل بگیره و این اون چیزی نیست که اسرائیل در ظاهر خوشش بیاد، حتی در باطن، اما چون بازیه باید از این کلمات استفاده بشه. جناب پوتین به میدان آمد، البته نه اینکه بیاد به میدان، آتیش بنزین بریزن توی اون آتیش خاورمیانه و اون اتفاقی که اینها دنبالش هستن برای کشور ما متاسفانه. حالا ما اون چیزایی که باید میگفتیم رو گفتیم دوستان، و باز هم تکرار میکنیم دعوای فرزندان ابراهیم هیچ ارتباطی به ما نداره. یک سازمانی هست در آمریکا به اسم سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که این سازمان هم زیر مجموعه بنیاد دفاع از دموکراسی هاست. هر آتیشی که هست از گور این مافیای سروس در میاد. این سازمان رسما از آمریکا و دنیا خواسته که خواهان اقدام نظامی علیه سپاه در ایران و کشورهای منطقه، یعنی حمله نظامی به ایران. یه ویدیویی هم امروز دیدم در فضای مجازی داره منتشر میشه و در اتوبان آزادگان تهران تریلی های نظامی دارن موشک ها رو میبرن که ببرن به سمت غرب ایران. اینا رو یادتون باشه، اینا این جا به جایی های تسلیحاتی، همه اینها نشان از همون اتفاقیه که اینجا روی ترور آلارم که چند شب پیش توییتش اولین بار اینجا من نشون دادم، اینجا ایشون امروز اومدن توییتی زدن: مردم ایران، اونایی که اسرائیل رو دوست دارید هر چه زودتر از ایران خارج و به کشورهای دیگه برید، چون قرار ما بزنیم ایران رو با خاک یکسان کنیم. دیشب بهتون گفتم حتی اگر اعلام کنن که بین فرزندان ابراهیم آشتی برقرار شده، حتی اگر اعلام کنن که نمی کنن به این زودی ها، اصل جریان اون منطقه باید آروم بشه، اصل آتیش باید تو خاورمیانه روشن بشه و اصل این آتیش هم متاسفانه کشور ایرانه. بعضی از بچه های ارتش سری پیام دادن آقا ما چیکار کنیم الان، ما باید چیکار کنیم. چند تن از دوستانم نوشته بودن که خب ما بیایم توی خیابون با پرچممون. گفتم با پرچماتون بیاید توی خیابون بگید چی؟ شماها مجهز شدید برای روزی که باید بیاید بیرون. هدف ما در ارتش سری اینه که مسیر انقلاب ملت ایران رو به جهت منافع ملی و به جهت انقلاب میهنی سوق بدیم، یعنی بازی ها رو به هم بزنیم. حالا وقتی داره جنگیان به اینجا میرسه و مردم متاسفانه همچنان بی تفاوتن یا نمیشنون یا دوست ندارن بشنون یا هر چیزی دیگهی که فکر میکنن، اومدن شما الان به خیابون ها با حالا یا با پرچم یا بدون پرچم تأثیری نداره، ضمن اینکه خودتون رو از بین میبرید. الان زمان حضور شما در خیابان نیست، الان زمان حضور ملت در خیابانه، یک مردمی که میتونن یا نشون دادن لحظه‌ای عمل میکنن. یکی از سندهاشم دهم مهر ماه در اصفهان بود، هیچ خبری نبود، هیچ اتفاقی نبود، یه دفعه یک 60-70 هزار جمعیت با دو تا شعار دنیا رو تکون دادن. پس ما مردم غیر قابل پیشبینی هستیم و امیدوارم که این مردم باشن که بیان توی خیابونها و کلک جمهوری اسلامی رو برای همیشه بکنن.
اگر مردم اومدن زمان حضور ارتش سری در خیابون‌ها هم اعلام میشه، اما اینی که شما مردم نباشن و شما بخوای وارد خیابون بشی، یعنی خودتو عملا جلوی تیررس مزدوران جمهوری اسلامی قرار دادی و دو تا اتفاق میفته: یک، یا گرفتار میشی، دو، توی اون قیامی که احتمالش بسیار بالاست رقم بخوره دیگه نمیتونی حضور داشته باشی، پس از هدف اصلی هم جا میمونید. بچه های ارتش سری، سعی کنید آگاه سازی کنید، سعی کنید با خانواده، دوست، رفیق، تو شهرتون، تو محلتون سعی کنید مردم رو بیدار کنید. میدونم دوباره میدونم لایو دارن ریپورت میکنن، میدونم کار آقا ما که دیگه چیزی نشون ندادم، که رهبر تروریستای جهان رو که دیگه نشون ندادم، که اما اول نشون دادم تموم شد رفت، دیگه برای چی ریپورت میکنید؟ بنابراین سعی کنید که به یک آگاهسازی اجتماعی دست بزنید. نیاز داریم. اونایی که توی خانوادهشون نظامی وجود داره، اونایی که بستگانشون توی این ساختار جمهوری تروریستی اسلامی هستن، اینا رو آگاهشون کنید، اینا رو بهشون بگید. نمیدونم، ما که 13 ساله داریم تلاش میکنیم، چقدر جامعه رو آگاه کردیم با این امکانات کم، با این صدای ضعیف، با این شرایطی که دارید میبینید، با این حملاتی که به ما میشه. یعنی شما فکر کن جمهوری اسلامی ما حمله میکنه، اپوزیسیون به ما حمله میکنه، تجزیه طلبه به ما حمله میکنه، مافیای جهانی به ما حمله میکنه. الان نمونه شو دیدید دیگه، زاکربرگ خودش نشسته اونجا لایو قطع کرد. با این همه فشار ماها داریم کارمونو میکنیم، ولی شماها هر کدومتون باید یک رستاخیز سیمرغ باشید تو محلتون، تو شهرتون، تو خونتون، تو خانوادتون، و باید به این درجه از آگاهی برسن هم میهنان که فکر نکنید همیشه همین جوریه ها. درسته الان روزهای سخت مونه، ولی اوج بدبختی ملت ایران بعد از حمله احتمالی نظامی به ایران، اونجا جدا از خرابی ها و کشتار ها و اینایی که اتفاق بیفته، بدبختی کشور ایران و ملت ایران بعد از این اتفاقه. یعنی زمانی که ایران رو به صورت عراق رسما فدرالش کردن، یا به صورت لیبی یا به صورت افغانستان. در مورد اینها در لایف های گذشته و دیشب صحبت کردم. اینا سناریوهاییه که جواب داده، سناریوهایی که تست شده، سناریوهایی که روش کار شده و الان موفق بودن برای مافیای جهانی. هم افغانستان دیگه افغانستان نمیشه، هم عراق دیگه عراق نمیشه، هم لیبی دیگه لیبی نمیشه. یادتون باشه کشور عراق روزی 4.5 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، روزی 4.5 میلیون بشکه نفت. از روزی که صدام رو سرنگون کردن تا همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، کل این نفت هاپولی شده رفته، کلش هاپولی شده رفته. حالا 1 میلیون نفر تو عراق مردن فدای سرشون، 1 میلیون، 2 میلیون توی لیبی مردن به تخم باقر، انقدر فلانجا مردن، اصلا مهم نیست. برای مافیا خون مثل روغن ماشینیه که میریزی تو ماشین و این ماشین باید با اون روغن کار کنه. پس براش سرمایه گذاری میکنن، براش هزینه میکنن، براش اپوزیسیون سازی میکنن، جریان سازی میکنن، براش با رسانه ها پروپاگاندا درست میکنن. همه اینهایی که شما توی رسانه ها میبینید طبق گفته علی خامنه ای مهره های اسرائیل هم. علی خامنه ای رهبر تروریست های جهان گفت. نمیدونم دیگه اون چه باید بگیم رو ما گفتیم. امیدوارم که حتی یک خط به گوشه ای از سرزمین ایران نیفته و مردم موفق بشن اهریمن 57، یعنی فرزندان ابراهیم رو از ایران بیرون کنن. ما مشکلمون ریشه‌ایه. چند برنامه قبل گفتم دیگه، گفتم مردم ایران دنبال این نیستن که چرت و آخوند بیارن پایین، دنبال یک رنسانس هستن، دنبال یک تغییر اساسی هستن
و این تغییر اساسی باید برگرده به قبل از ابراهیم و فرزندان ابراهیم در با همه زیر مجموعه هاش، چون اینا مال ما نیست. اینا باید برن همونجا بزنن سر کله هم دیگه، اینا باید خودشونو بکشن خودشونم بخورن. به ما ملت ایران ربطی نداره. ولی دارید میبینید دیگه، چه اپوزیسیون چه خود جمهوری اسلامی تمام دغدغه و فکرشون کمک به پروژه نابودی ایرانه. کی میخواد ما مردم رو نجات بده؟ هیچ کس به جز خودمون. سپاسگزارم از همه دوستان، دیدید که لایو رو برداشتن، احتمالاً اینم بذارمش، احتمالش زیاده برداشته بشه. سعی میکنم زود دانلودش کنم، تو تلگرام بذارم. تلگرام برداشته نمیشه، ولی اگه یوتیوب هم برداشته شد مثل لایو دیشب دیگه، حداقل شماهایی که شنیدید شنیدید دیگه. رهبر تروریستای جهان گفت همه اینها مهره اسرائیلن و بازی بیش نیست. سپاسگزارم از همه دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود. شبتون خوش.